جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان ضمن انتقاد از صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل از وی خواست تا با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حوادث یک سال و نیم اخیر ایران را ریشه‌یابی کرده و به بیان حقایق بپردازد. در این نامه که روز گذشته در رسانه‌های جنبش سبز منتشر شده است، از رئیس مجلس خبرگان خواسته شده تا در 8 حوزه شامل انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، ناکارآمدی در اداره کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. این حزب اصلاح طلب در نامه خود علت خطاب قرار دادن آیت الله هاشمی رفسنجانی را نبودن گوش شنوا در هیچ یک از ارکان نظام، نگرانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام از سرنوشت کشور و انقلاب در یک سال گذشته و همچنین جایگاه معنوی و تاریخی وی در جمهوری اسلامی عمان کرده است. امضا کنندگان نامه کور همچنین تشکیل چنین کمیته ای را التیام بخش همه زخم ها عنوان کرده و افزودند تشکیل این کمیته و به خصوص با محرم شناختن مردم امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود می آورد. نامه جبهه مشارکت ایران خطاب به رئیس مجلس خبرگان رهبری در حالی منتشر می شود که چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنانی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای واقعه تروریستی 11 سپتامبر شده بود. به اعتقاد اعضای جبهه مشارکت، سخنان احمدی نژاد مصداق بارز چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است میباشد، چون در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ایران دست کم 100 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح و مضروب شدند بدون آنکه عاملان و عامران آن شناسایی و محاکمه شوند. بنوشته این حزب عمده اصلاح طلبان، علارغم اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی منصب اجرایی در اختیار ندارد، اما نگرانی وی از اوضاع سبب درخواست تشکیل این کمیته شده است. اشاره حزب مشارکت به وقایع یک سال گذشته پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران است که طی آن میلیون ها نفر معترض به نتیجه اعلام شده از سوی دولت به خیابان ها آمدند و اعتراض کردند. هرچند که این اعتراضات با سرکوب گسترده و کشته شدن شماری از مردم و دستگیری و زندان بیش از هزاران نفر روبرو گردید، اما به گفته اعضای جبهه مشارکت به رغم سرکوب همه منتقدان و معترضان، باور عمومی بر مهندسی این انتخابات امروز بیش از گذشته است. در بخش دیگری از نامه حزب مشارکت آمده است رفتارهای خشونتبار با مردم و نهادهای مدنی و همچنین تلاش و فشار عجیب و بیوقفه برای اینکه از زبان منتقدان و به خصوص زندانیان بیگناه صحت انتخابات اعلام شود، خود بهترین دلیل است که حاکمان امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست دادند. در پی وقایع پس از انتخابات، سران ارشد جمهوری اسلامی با واکنش نسبت به اعتراض مردم آن را فتنه خوانده و حملات شدیدی را به حامیان این اعتراضات وارد کردند. همچنین گروه‌های افراطی حامی دولت نیز به مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد دیگر انتخابات که معترض به نتایج اعلام شده بودند، سران فتنه می‌گویند. در طول یک سال و نیم گذشته بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌هایی که سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف دولتی را داشتند، تنها به دلیل آنچه که از سوی حاکمیت همراهی با سران فتنه خوانده می‌شد، بازداشت و در دادگاه‌های نمایشی با محکومیت‌های سنگین روانه زندان شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری یک ماه پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری در نماز جمعه تهران حاضر شد و با انتقاد شدید نسبت به عملکرد حاکمیت در مقابل معترضان خواستار بررسی اعتراض آنها و آزادی زندانیان شد. هرچند که این سخنان محرومیت دائمی وی از امامت نماز جمعه تهران را در پی داشت، اما وی در سخنرانی‌های دیگر که بعدها منتشر شد، پافشاری خود را بر اظهارات قبلی اعلام کرد. این موضع‌گیری سبب شد
رسانه‌های حامی دولت با حملات لفظی پی در پی نسبت به تخریب چهره رئیس مجلس خبرگان اقدام کنند. در این حال رهبری نظام بارها در سخنرانی‌های خود به طور غیر مستقیم نسبت به مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داده و از وی به عنوان خواص بی بصیرت یاد کرده است. با وجود آنکه برخی از کارشناسان مسائل سیاسی پیش بینی می‌کنند که نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی پاسخی درخور نیابد و به مانند نامه‌های قبلی بدون هر گونه اقدامی باقی بماند، اما به نظر می‌رسد که این بار نیز رسانه‌های حامی دولت موج جدیدی از حملات لفظی و فشارهای دیگر را بر روی رئیس مجلس خبرگان راه‌اندازی کنند. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.